امروز گفتگو داریم، یک گفتگوی جذاب با یک شخصیت، آقای مانی. بله آقای مانی، گروه ریستارت رو حتما اسمش رو به گوشتون رسیده، آقای مانی مجد و آقای سید حسین حسینی، حتما به خاطرتون هست که روزگاری با همین تلویزیون هم همکاری داشتن. ایشون یک گروه اپوزیسیون تشکیل دادن به نام ریستارت که از طریق برنامه های ویدیویی مردم رو تشویق میکردن. در رابطه با این گروه حرف ها و سخن های زیادی زده شده، از جمله این که ریستارت معتقد بوده است که باید مساجد رو تخریب کرد، یا اصولا با یک روحیه تخریبی وارد کار اپوزیسیون شد، کار عملیاتی تخریبی به بهتر، شاید اینجوری بهتر. البته اینا همش حدس و گمانه، تا امروز که با آقای مانی مجد ما گفتگو بکنیم، سخنگوی گروه ریستارت. آقای مانی مجد درود بر شما. عرض ادب و احترام دارم جناب همایون عزیز، خدمت شما بیانیگان عزیز و احیانا دوستانی که بعدا این ویدیو رو خواهند. خب جناب مجد، شما یه توضیح مقدمتا راجع به گروه ریستارت بدید. چیه؟ چجوری فکر میکنه؟ هدفش چیه؟ به کجا میخواد برسه؟ خواهش میکنم جناب همایون عزیز. چند تا نکته رو اول فکر میکنم که اینجا لازم باشه که ذکر بکنم. یکی اینکه مجموعه ریستارت گروه نیست، اپوزیسیون هستش یا اپوزیشن هستش. در وهله دومی که من از دوستان خواهش کرده بودم که در تایتل حتما ذکر بکنم که بنده در جایگاه حقوقی سخنگوی رسمی این اپوزیسیون در خدمتتون هستم. اما از این موارد جزئی که بگذریم وارد این نکته میشیم. ریستارت یک خیلی واضح بگم، ریستارت یک برنامه علمی عرفانی بود که توسط جناب آقای سید محمد حسینی، نه جناب سید حسینی حسینی که فرمود شما، ببخشید معذرت میخوام، سید محمد حسینی، جناب سید محمد حسینی این برنامه رو ارزم به حضورتون که در سال 2016-2017 در حقیقت ارائه کردن. برنامه ریستارت همونجور که عرض کردم یک برنامه علمی عرفانی هستش که در اون افکار بزرگان جهان از جمله عطار، مولانا، افلاطون، سقراط، نیچه، کنفوسیوس، بودا و و و همه بزرگان جهان در اون در حقیقت تشریح میشه و توضیح داده میشه. اپوزیسیون این تفکرات این عرفای بزرگ جهان چتری رو ایجاد کردن که گسترگی این چتر به میزان اندیشه و در حقیقت بعد تفکری این مردمان بزرگ هست. اپوزیسیون ریستارت که خودش از زیر چتر ریستارت هستش، یک مجموعه سیاسی هستش که با این نگاه در حقیقت تلاش برای تغییرات بنیادین داره و همواره هم عرض کرد که هدف ریستارت انقلاب خرد و اندیشه در جهان هستش و مخصوصا سرزمین نازنین اون پرشیا. ببینید از اینجا دعوای آی همایون، از اینجا دعوای در حقیقت احزاب سیاسی، اپوزیسیون های سیاسی و ادیان مختلف با مجموعه ریستارت شروع میشه، زیرا که ما میگیم که آقا جون از انقلابی حمایت میکنیم، از جریاناتی حمایت میکنیم که نگاه خردمندانه پشتش داشته باشه. ما برای عرض و حضورتون که خور و خواب و خشم و شهوت آنچنان که سعدی میفرماید قیام نمیکنیم. برای همین هستش که ما مخالف هستیم که جریانات بزرگ اجتماعی ایران رو بخوایم نامش رو عوض بکنیم، بگیم انقلاب گرسنگان، انقلاب بنزینی، انقلاب تخم‌مرغی و آنچنان که مجموعه ها و در حقیقت اپوزیسیون دیگه داشت نام میبرن، زیرا که هدف در حقیقت تغییر دیدگاه و بنیادهای تفکری مردم هستش. این خیلی در حقیقت هم میگم یه خلاصه و ساده یه چند دقیقه که میتونم عرض کنم هستش. خب عرضم بودتون، اولا مدتی است، خب این چون سوالی که دوستان بسیار میپرسن، مدتی است از این رفیق ما آقای حسینی خبری نیست و ایشون حالشون خوبه، سلامتن، همه چی رو به راهه و خودشون میخوان که پنهان باشن، یا یعنی سیاست
یه سیاستی این قضیه یا اینکه چگونه است؟ ممکن بفرمید؟ خواهش میکنم. بله من اخیرا آقای حسینی رو ملاقات کردم، دیدار حضوری هم داشتم روش اتفاقا، برای اینکه قرار بودش که در حقیقت مجموعه و اپوزیسیون رو ریستارت سخنگوی رو به عنوان سخنگوی رسمی اعلام بکنیم، که خب ایشون ملاقات حضوری هم داشت. بله ایشون حالشون خیلی خوبه، عرضم به حضورتون که خیلی بچه‌ها هم کاراکتر همیشگی خودشون رو دارن، حالشون خوبه. عرض که البته که خب خیلی میگن که ایشون نیزار، خب ایشون همین هفته پیش برنامه داد، ایشون برنامه‌ای مرتبی رو ارائه می‌کنه. برنامه‌شون هست پس؟ بله 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 خلاص. همین هفته پیش 189مین برنامه‌اش در حقیقت برنامه‌ریزی. خب بسیار عالی. حالا به من بفرمایید که ما الان با دو وجه از یک جریان سیاسی روبرو هستیم. وجهی که میگوید من خردورزم، با اندیشه کار دارم، با فکر، مغز، تفکر کار دارم، و وجهی که تشویق میکند مردم رو به آتش زدن، به سوزاندن، به تخریب. این چجوری باید تمیز داده بشه؟ این ارتباط این دو وجه چجوریه؟ اولا این که فرمان ریستارت هست برای تخریب و آتش سوزی آیا درسته یا اینکه به شما نسبت دادن؟ خیلی ممنون، مرسی که این سوال خیلی خوب رو پرسیدین آقای همایونی. اولا که فرمان یا چالش آتش اونجوری که شما داشت نام میبرین یکی از چند چالش مهم اپوزیسیون ریستارت بود. چالش آتش در حقیقت یکی از چالش شد. در این چالش هدف پایگاه های بسیج جناب نه مسئله، این رو بارها و بارها هم اپوزیسیون ریستارت هم شخص سید محمد حسین هم بنده حقیر به سمع اون نظر مخاطبین رسوندن. ببینیم خیلی بحث ساده است، این رو قبلا آقای حسینی فرمودن، من استناد میکنم فرماشات ایشون. بسیاری از اپوزیسیون هایی که امروز در سفر سیاسی و سرزمینی خودمون وجود دارن حرف از سکولاریزم میزنن، جدایی نهاد دین از نهاد سیاست. ما دقیقا همین حرف رو زدیم، گفتیم که جناب آقای اپوزیسیون، سرکار خانم اپوزیسیون، مگر شما نمیگین سکولاریسم، مگر از جدایی نهاد دین از نهاد سیاست حمایت نمیکنید؟ خب چطور هستش که یک نهاد دینی، یک مرجع دینی به نام مسجد در خودش گروه تروریستی رو داره پرورش میده، مجموعه ای رو داره پرورش میده که اینها یک تفکرات سیاسی دارن؟ یعنی اگر کسی بگه که بسیج تفکر سیاسی نداره، که خب به نظر من خیلی ساده انگارانه است، اگر نخوام واژه دیگر بخوام اطلاق بکنم، بسیج زیر نظر رسمی ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستش و کاملا ایدئولوژی سیاسی داره. یعنی بلاتر هدف در این چالش در وهله اول بیداری مردم بود، دوم رسوندن پیام به مذهبیون بود که آقای مذهبی، مادر من، پدر من، برادر یا خواهر من که اعتقاد داری شما به شیعه، شما باور داری به شیعه، آقا اصلا در دیانتش، در حالا فقه شیعه، دین تو هر چی گذاشت، اصلا جدای اصلا نمیتونی کار سیاسی بکنی. آقای سید محمد حسینی تو برنامه شب بخیرش اصلا اینو گفتن، ارجاعتون میدن برنامه شب به خیران 11، 13 و 17، ایشون رسما اونجا توضیح میده. حالا نمیخوام خیلی اطاله زمان بکنم در این. نه ببین، شما دو تا مسئله هست اینجا. آیا ریستارت اصولا با تشیع یا با دین گرفتاری داره، یا اینکه با استفاده سیاسی از دین گرفتاری داره؟ اگر میگوید بروید سراغ مثلا مرکز بسیج، این منظورش مسجد نیست، منظورش بسیج در مسجده. دقیقا بله. ببین آقای همایون، ببین تفاوت یک خبرنگار آگاهی، انسان هوشمند، با یک آدم معمولی در همین جاست. ببینید بنده کلا 30 ثانیه صحبت کردم، شما تایم موضوعی گرفتیم. ببینید حرف همینه. ببینید مجموعه ریستارت، رازهایی که در این برنامه عنوان شده که من تمنا میکنم و هموطنانم حتما اینا رو بشنوم، عرض به حضورتون که ما رو در یک دوراهی تاریخی قرار میده که یک هموطن من باید این رو بپذیره که آقا شما وقتی که ما داریم در مورد دین صحبت میکنیم، نظر عرفای بزرگ جهان چیه؟ چرا عرفای بزرگ جهان، عطار، مولانا، سعدی، نیچه، عرضم به حضورتون که شکسپیر، اینا یه چیز دیگه ای میگن و آخوند شیعه و سنی و نمیدونم اون آخوند مسیحی و آخوند زرتشتی و آخوند یهودی چیز دیگه ای دارن میگن، اصلا چرا اینا با هم تفاوت دارن؟
ما از اینجا درگیریمون شروع شد، یعنی از همون برنامه اول ریستارت که جامعه صدام آدم حسینی در مورد مفهوم خدا شروع کرد صحبت کردن. از حدود کنم من نمیخوام همشون رو باز بکنم چون هم اجازه صحبت کردن و حدود عرفان رو ندارم، همین که دوستان که بیننده این رو با گوش و چشم خودش ببینه و بشنم. اما اول درگیری شروع شد دیگه و ما هم میدونیم آقای همایون، شما هم میدونید، تمام احزاب سیاسی، تفکرات اپوزیسیون های سیاسی یک ایدئولوژی پشت سرشون دارن، یک تفکر مذهبی نوعا دارن. این تفکر مذهبی حتی ببینید از دید مجموعه ریستارت بی‌دینی هم نوعی دینه، یعنی اون کسی که میگه من آتئیستم، من طرفدار بی خدایی هستم فلان، از مجموعه ریستارت هیچ تفاوتی با اون شیعه متعصب، با اون سنی متعصب، با اون مسیحی متعصب نداره. همه اینها یک ایدئولوژی هستند و اساساً ایدئولوژی وقتی وارد سیاست آیا این ریستارت میخواد با این ایدئولوژی مبارزه بکنه، میخواد از بینش ببره، یا اینکه یک ایدئولوژی جدید عرضه بکنه؟ رابطهش با این ایدئولوژی که ایدئولوژی که شما اسمش رو مذهب میگذارید، رابطه این ریستارت چیه؟ خیلی سوال درستیه آقای همایون. ببینید آقای صدامت حسینی در برنامه‌شون اینو مستقیما اشاره فرمودن، برخلاف سیاسیون جهان میگن ما به جدایی نهاد دین از سیاست اعتقاد داریم، ما میگیم جدایی نهاد دین و بی‌دینی از سیاست. یعنی تا زمانی که این بزرگواران در حوزه‌های کاری خودشون هستن، نه تنها کاری باهاشون نداریم، حتی آقای صدامت حسینی هم فرمودن در اون حکومتی که مد نظر ما هست، حکومت دانایان و خردمندان هستش، اتفاقا بهشون بها میدیم. یعنی ما کمک میکنیم به یک بهایی سنترش رو یا اون حضرت القدسش رو تو وسط تهران بزنه، به شیعه مسجدش رو، شیعه مسجدش رو بزنه، به سنی کمک میکنیم که نماز جمعه که حق سنیان هست، اتفاقا خیلی جالبه برنامه 11 شب به خیران در مورد نماز جمعه صحبت میشه، نماز که شیعه در اصلا شیعه نماز جمعه نداره، خیلی جالبه، حق اهل سنت هستش که نماز جمعه داشته، علاشون گرفته شده و ما در آینده کمکشون میکنیم که این عزیزان و این بزرگواران بتونن در شمال نماز جمعه داشته. پس اینجا متوجه شدیم ریستارت یک جریان سیاسی است که میخواهد ارزم به حضورتون جامعه رو هدایت بکند، ببرد به سوی که جامعه با در نظر گرفتن قوانین مدنی اجتماعی خودش رو اداره بکنه بدون بهره‌گیری از هیچ دینی یا از هیچ بی‌دینی، و در این راه با هیچ مذهبی، با هیچ آیینی، با هیچ دینی درگیری نداره، یعنی با مسلمون، با اسلام در حال جنگ نیست و کار خودش رو میخواد بکنه، اما میگه مسلمون کار خودش رو بکنه، سنی کار خودش رو بکنه، مسیحی و کلمی و بهایی و زرتشتی هم کار خودشون بکنن. آیا برداشت من درسته اینجا؟ 100% درسته. ببین اینجا همون شعار رسمی در حقیقت مجموعه ریستارت در حقیقت هستش بنی آدم اعضای یک فکر، شعاری که ما در حوزه سیاسی داریم، میگیم از هر کس که از در آمد نانش دهید، از ایمانش مپرسید، چرا که آن که به جان ارزد به نان ارزد. یعنی این نگاهیه که ما میخواییم کشورمون رو آینده زمین اون روش بنا کنیم. خب اینجا من دوچار یک گرفتاری هستم و گرفتاری این است که اینو خوب فهمیدیم بسیار عالی، و بعد شما میایید به طرفدارانتون توصیه میکنید که برن در مقابل بسیج مسجد تخریب بکنن. این رو برای ما توضیح بدید، فرمان چیه، دستورالعملتون چیه و چه انتظاری داده از اونا و یه گزارش از این مجموعه من بدید. ببین آقای همایون عزیز، شما که پیشتر هم عرض کردم چالش آتش، این چیزی که شما دارین ازش نام میبرین، یکی از چالش هایی هستش که فقط همه رسانه ها رو سکوت کردن. قبل از این آقای همایون یک سال و نیم بچه های ریستارت داشتن چالش متفاوتی برقرار اجرا میکردن که هیچ رسانه‌ای، هیچ اپوزیسیون هم صحبت نکرد. اما ببینید در مورد همین من چند دفعه پیشم عرض کردم، ما میگیم آقا تا زمانی که آقای دیندار من دستتو میبوسم، پاتم میبوسم، شما برو تو مسجد به خدات برس، به اون تشیعت برس، آقای مسیحی شما برو تو کلیسات، آقای اتئیست، آقای بیدین شما برو تو هر جا که داری، من نمیدونم، ولی پاتو بذاری تو حوزه سیاست ما جلوت وای نیستیم. خیلی واضحه ها، خیلی قضیه ساده است. یعنی اون کسی که میاد، حالا بیاد منحصر کنید توی این مسئله چالش آتش،
این مثلا قشنگ راجب خود چالش آتش توضیح بدید. هدف چالش آتش رسوندن جهانی شدن بود، این یادمون نره، رسوندن فدای این اپوزیسیون به مردم ایران و جهان بود، برای که عرض کردم یک سال جلب توجه مرد توجه مردم یک برای یک موضوعی توجهشون جلب کنه. بسیار آنچنان که ببینید، آنچنان که در تاریخ هم خوندیم، ابراهیم یا همون زرتوش چیکار میکنه؟ میاد بت‌ها رو خراب میکنه، میاد تفکر مردم رو به چالش میکشه که ای عزیزانی که شما باورمند به این تفکر هستید، آقا این خداتون چجوری که از خودش نمیتونه دفاع کنه؟ یک جرقه در ذهن مردم میزنه. آنچنان که محمد ابن عبدالله که مکه میاد، حالا با 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 نمونه بسیار تاریخی داره، یعنی یه دونه دوتا نیستش. عرض کردم در طول تاریخ آقا همایون همیشه افرادی بودن که این کار رو کردن. حالا اسمشون رو میفهمم، همین رو میدونید. حالا شما فقط به ما بگید الان شما مثلا آقای حسینی به طرفداران گفته چیکار بکنید تو بسیج؟ دقیقاً آن چیزی که گفتش که تمام آن چیزی که نمادهای ببینید ما یادتون ما به مسجد سنی حمله نکردیم، ما به کلیسا حمله نکردیم، فقط به مسجد تشیع مسجد نه به پایگاه‌های بسیجی که در مدارس در مساجد تشیع بوده حمله شده. خیلی واضحه که اون دیندار، یعنی اگر این بسیج وارد بسیج جای دیگه بود با اون مسجد کاری نداشتیم. نخیر تمام که نکردیم. اگر شما این بسیج رو فقط که کلیسا بذاریم، من کلیسا رو آتیش میزنم. خیلی واضحه، یعنی که هر کسی که الان مردم میره خون 90 درصدشون یا یه درصد بالایشون باورمندان مذهب اسلام و تشیع هستن و جمهوری اسلامی یادمون نره آقای همایون ادعای تشیع داره ها. هم شما میدونی هم ما میدونیم که این افراد باوری ندارن به این تفکرات، ولی از این نام سوء استفاده میکنن و مردم رو تحمیق میکنن. خیلی خیلی دستور عمل ریستاد برای هواداران چی بود برای چالش آتش؟ خیلی واضح بودش که در حقیقت حمله به پایگاه های بسیج در حقیقت و اون هم در حقیقت نمادین بود. ما ندادیم جایی رو آسیب بزنیم، در به پایگاه های بسیج آتیش زدیم آقای همایون. یعنی این قضیه سوزوندن در به پایگاه های بسیج آنچنان درد داشته باشه بعضیا که هنوزم که هنوزه برای 4 سال دارن صحبتش رو میدن. این علتش این بود که توضیحات کافی از جانب شما از جانب آقای حسینی داده نشد، برای اینکه شما وقتی یک کلیپی درست میکنید میذارید، خب یه طیف مشخصی با 10% بالا و پایین اون کلیپ رو میبینن، بقیه مردم مطلع نیستن که چی میگذارن. بقیه مردم اینه جوری مسجدی آتیش گرفته، ریستارت هم فقط گفته آقای این آتیش ما روشن کردیم. جناب آیا یه سوال همینجا من در حقیقت هم شما و هم مجموعه دیگر رو به چالش بکشم، آیا اومدین بپرسین؟ بله. من تلفن کردم برای تمام سوالا همین بودش که ببینید حالا شما که یک رسانه در حقیقت چی هستین؟ یک رسانه شخصی هست، حالا بحثش متفاوت، اما آنان رسانه بی بی سی من و تو ایران اینترنشنال، از نهایی اونها نمیتونم حرف بزنم، ولی از نهایی خودم من به آقای حسینی تلفن کردم، ایشون گفت فعلا صلاح نیست ما صحبت بکنیم. آقای حسینی دوست منه. خب حالا عرضم به حضورتون که پس ما رسیدیم، اولا انگاجم اون چالش های دیگه هم یه توضیح بدید که اونا بی نصیب نمونه. من مخاطب رو ارجاع میدم حتما شب بخیران 87 یا و شب بخیران 0 رو حتما ببینه، چون سیر تاریخش گفته شده و همچنین یک مستند در کانال در حقیقت پستی نیوز و مجموعه ریستارت هست به نام طلوعی از مغرب کامل، اصلا این کل تمام اپوزیسیون رو تاریخ. حالا شما چند موردش رو یادآوری کنید برای این گفتگو جذاب بشه. چالش ها مجموعه ریستارت چالش هست از چالش کف دست شروع شد، یعنی شعار نویسی برای کف دست و بعدش این چالش به چالش سنگ، چالش رنگ، چالش آتش و چالش آنپاس در حقیقت. خب چالش سنگ چی بود؟ چالش سنگ در حقیقت یادتون هم نره تمام این چالش ها یک خط قرمز بسیار واضح داشت آیه هم آسیب نزدن به هیچ جانداری، اهم از گیاه، حیوان و انسان. هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که در چالش هایی که ریستارت انجام داده آسیب دیده. برای همین که ما میگیم آقا ما مسالمت آمیز چالش برقرار کردیم، هیچ خشونتی نداشتیم. اون سنگ رو قرار شد چیکار کنن با اون سنگ؟ در چالش سنگ در حقیقت حمله، یعنی بچه های ریستارت حمله کردن به نمادهای دولتی و بانک ها، مجموعه هایی که پول مردم رو خورده بودن. اگه یادتون باشه 4 سال پیش اتفاقا یادم شما هم یه چندین برنامه در این رابطه رفتیم.
بانک هایی که به نام دولت، به اسم مردم، نمیدونم اینها پول های مردم رو گرفتن خوردن، یه آبم روش اینا رو فرستادن سوریه واسه کشتن زن و بچه سوری، فرستادن برای یمن کشتن مردمان یمن، افغانستان و و و و ما هدفمون این بودش که آقا جان این بانک اگر مال ما نیستش ما بهشون صدا رو برسونیم، آقا شما مال ما نیستی، شما یک مجموعه هستی که کار دیگری داریم که شما امامزاده با سنگال یعنی شیشه بانگار رو بشکنن یک کار بکن با سنگال بله. شیشه رو بشکنن تخریب ما داریم. آقا جان بانک ها به آی همایون یه زمانی الان شما وقتی که میگی امامزاده خرافات فلانی حرفا همه میفهمن آقا یعنی چی، ولی اگه امامزاده رو بکنی بانک، این که امامزاده رو بکنیش یهو همه قضیه رو میفهمن. امامزاده های امروزی بانک هان، امامزاده های امروزی مجموعه هایی که مال دولت پول شما رو میگیره. وقت اون چالش امپاس چی بود؟ چالش امپاس آخرین چالشی بودش که در حقیقت لغو شد به علت درخواست خود بچه های ریاست و بسیار دید. چالش امپاس بعد از چالش آتش که رسانه‌ای تو فلانی حرفا، آقای حسینی گفت اگر 51% مردم ایران همراهی کنند پاش، رژیم رو در عرض 2 هفته ثابت میکنه. خیلی هم واضح بود قضیه. در حقیقت ما بهانه‌ای میخواستیم به مردم ایران بدیم برای اعتصابات سراسری. ببینید یه زمانی شما فراخوان میبینی که آی بازاریان نیان سر کارشون. چه اتفاقی میفته آقای همایون؟ فردا هر بازاری که تو اعتصاب شرکت کرده باشه رژیم میگیره و میبرتش زندان. ولی یه زمانی که شما یا مثلا اداره فلانی شما میگی آقا من چاره ای نداشتم بیام سر کارم، ماشینم نبود، نمیدونم خیابون فلان بود، چراغ قرمز قطع بود، هدف ما در این چالش ایجاد یک اعتصاب سراسری اجباری بود که بهانه به دست رژیم ندیم برای اینکه بخواد خدای نکرده چجوری؟ چجوری؟ ما خیلی واضح بود، ما می‌خواستیم که این فشار رو به مردم منتقل بکنیم. آقای فرناد حسینی در برنامه شالش آنفاستش که کاملا توضیح میدن، اون هم اینه که ببینید مردم ایران متاسفانه یا خوشبختانه تا زمانی که به دختر خودش تجاوز نشه نمیفهمه درد همسایه که به دخترش تجاوز شده، تا زمانی که مالش گرفته نشه اینو متوجه نمیشه. از بچه های ریاست خواسته شد بیان، مثلا یکی از اون نمونه این بودش که آقا جان مثلا تمام کسانی که ماشین دارن لاستیکشون رو پنچر بکنن، فردا این بابایی که میخواد بره سر کار ماشینش پنچر نتونه بره سر کار، و وقتی که سطح عمومیت داشته باشه آقا شما نمیری سر کار، رئیست میخواد دعوت بکنه، خب رئیسم ماشینش پنچر اونم نمیتونه بیا سر کار، میفهمه این که آقا جان شما دروغ نگفتی بهش، واقعا نمیتونستی بیا سر کار. آقای مومایی ببینید این خیلی ساده اگه بخوام بگم، شاید نباید من این رو بگم ولی میگم، ببینید رژیم جمهوری اسلامی چجوری اومد سر کار. آقای مومایی یه سری کارهایی رو کرد، یه سری روشهایی رو انجام داد، یکی از مهمترین روشاش اعتصابات سراسری در قبل از انقلاب بود، مثلا اعتصابات پالایشگاه‌های ایران و شرکت نفت که اقتصاد ایران رو در زمان محمد رضا شاه فلج کرد. ما در حقیقت میدونستیم رژیم از چه روشی به قدرت رسیده، ما همون روش ها داشتون انجام، خیلی واضح داشتون انجام میده. حالا اونا آدم کشتن، الان اتفاقا سالگرد سینما رکس هم با چند وقت داشت، اونا اومدن مردم بیگناه رو کشتن فقط برای که هدفشون برسن، ولی ما برای آگاهی فقط در به یه جار آتیشی زدیم. تو چالش سنگ اگر حمله کردیم مثلا چون ما شیشه اون پایگاه بسیج رو شکستیم، این پیام رو به اون بسیجی رسوندیم، هموطن من، آقای بسیجی، خواهر من، برادر من، این الان سنگ بود. تو این هموطن تو اگه خشمگینش بکنی فردا به جای سنگ میره آقا یه کار دیگه ای میکنه. اگر تو چالش رنگ ما رنگ پاشیدیم رو دیوارها، روی بنرهای تبلیغاتی، سطح خیابونا، خب عزیز من این فردا میتونه اسید باشه، رود پاشیده بشه. ببینید ما یعنی اینقدر هوای اینها رو هم داشتیم که آقا جان به خودتون بیان. بله بسیار. خب حالا از وجه دیگه به ماجرا نگاه بکنیم. آقای حسینی از یک امپراتوری صحبت میکند که جامعه ایران را متصل بکند به امپراتوری هخامنشی. آیا چقدر چالش سنگ و چالش آتش با این مفهوم امپراتوری هخامنشی همراهی داره و این آیا
اون مفهومی که ما از امپراتوری تو ذهنمون هست، اون رفتار کوروش با مخالفینش، ورودش به بابل، آیا این شیوه مبارزه با اون رؤیا، با اون تفکر هماهنگی داره یا خیر؟ ارزم بود که یک اشتباه لفظی رو شما گفت، من اصلاحش بکنم. ما امپراتوری که در صحبتش میکنیم امپراتوری کوروش هستش، امپراتوری هخامنشی نیستش. این رو بساخو امپراتوری کوروش در مورد ما فقط بگیم آی همایون، ما پیام ها واضحه، همشه های حسین هم گفتن در طول تاریخ ما ایرانی ها شانس داشتیم چند تا پادشاه با شرف پیدا شده، شانسی مثل کوروش. حالا کوروش ماجراش فرق داره، الان میگم خدمت شاه اسماعیل، رضا شاه، آقا محمد خان، چندین تا پادشاه داشتیم به صورت شانسی که اینها خوب بودن، حالا یا وقت بودن به یه جایی و این حرفا. کوروش یادمون نره، کوروش دوم پادشاه بزرگی که همه ایرانی به عنوان کوروش کبیر میشناسنش، فایروس دی گریت، عرضم به حضور که خودش که چیز خاصی نبود که. امپراتوری کوروش اگر بناش موند و امروز باعث افتخار همه پارسی زبانان جهان هستش، قوانین امپراتوری کوروش بود. لوحی هستش که از این بزرگوار به یادگار مونده و این قوانین در حقیقت توسط کف دیگری به ایشون داده شد و این آدم انقدر آدم با شرفی بود که گفت و حتی اونها رو اجرا کرد. ببینیم در امپراتوری کوروش، کوروش نماد آزادی های مذهبیه، نماد تساهل و تسامح دینی قومیه، اصلا یعنی کسی رو در جهان نداریم که مثل ایشون باشه و چند تا نمونه دیگه از دارم. عرضم به حضورتون خود کوروش باید نگاه بکنیم که تاریخچه که این آدم به قدرت میرسه و حرکت میکنه. خب یه زمانیشون فقط محدودی انشان رو داشته، عرضم به حضورتون کسی بوده که حوزه خاص خودش رو داشته. یک زمانی بر اساس یه سری اتفاقاتی یه شخصی به نام دانیال پیدا میشه و مردم یهود رو انذار میکنه که آقا نکنیم این کار رو نکنیم. و حالا نمیخوام وارد اون برنامه باشم، ترجیح میدم هموطنان عزیزم این برنامه های ریاست رو بشنون چون کامل توضیح داده شده اومده در حقیقت. و به اونها قول این رو میده که آقا جان اگر که این بخت نصف یا نبود کرد نصف، اگر یه روزی بخواد در شما حکومت بکنه، ما در نهایت یک ناجی برای مردم جهان و از اون قوم یهود میفرستیم که یه سری ویژگی هایی رو داره. و این آدم کوروش دوم، ببینید خودش که تنها چیز خاصی نبود، اینو عرض کردم، مهم اون نیرویی بود که پشت این آدم بود و قوانینی که بعد از اینکه امپراتور شد گذاشت. ما هدفمون همون قوانینه آقای همایون، هدفمون که این امپراتوری اون کشوری که در پس اینکه گفته میشه آقای حسینی گفته من همون کوروش دومم، این صحت نداره. ایشون نگفته کوروش دومم، ریستارتیا ایشون رو کوروش اول مینامن، کوروش دوم نمینامنش. از اون کوروش قبلی چی میشه اون وقت؟ اون در تاریخ هم هستش کوروش، عرض کردم پیشتر، کوروش کبیر پادشاه بزرگ سرسلسله هخامنشیان یا به قول انگلیسی اکامنید، کوروش دوم هست در تاریخ. خیلی ها از بچه های ریستارتی آقای سید محمد حسین گیدرشون رو کوروش اول مینامن، دلیل داره برای این هستش که در حقیقت ارزم به حضورتون که اون نگاهی که ایشون داره، اون حرفایی رو که اون قوانین رو که میزنه، همون قوانینیه که قبلا به کوروش هم داده شد. ببینید من حالا نمیخوام خیلی چیز بکنم آقای همایون، چون در مورد همینا ساعت‌ها برنامه وجود داره. میدونی چی میخوام بگم؟ هی بخوام موجودش بکنم از اون اصل ماجرا میزنم. من واقعا تمنا میکنم که مردم عزیزان برن بشنون. الان من هر چیزی که بگم یارو میگه اوکی پس این چی شد؟ چرا کوروش دوم بود؟ پس این چی میدونی چی میخوام بگم؟ این اسناد تاریخی در برنامه ریاست اون موقع بسیار خوب. مدتی است که دیگه اون چالش آتش زدن بسیج رو ما نمیبینیم. آیا ما نمیبینیم یا متوقف نشده و ادامه داره؟ چجوریه؟ عرضم به حضورتون که جناب سید محمد حسینی بعد از اینکه رژیم ایران در سازمان در حقیقت شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتراف کرد آقا جان دشمن اصلی من مجموع ریستارته، ما اون چیزی که میخواستیم بهش رسیدیم، یعنی آقا رژیم ایران اعتراف کرد دیگه و ما دیگه برنمیگردیم کاری رو که قبلا همه این چالش ها عرض کردم. هدف این چالش ها چی بود؟ بیداری آگاهی مردم. پس چالش ها متوقف شده. بله چالش متوقف شده. بسیار خب. اون وقت الان چی؟ الان چه میکنیم؟ عرضم به حضورتون که جامعه سدناد حسینی ایاتون باشه اول عرضم گفتم هدف اپوزیسیون ریستار آگاهی، خرد و اندیشه.
ایشون تماماً داره برنامه‌های در این حوزه میده و هر زمانی هم که لازم بدونن ایشون حالا هر مسیری که ایشون صلاح بدونن میخوان اعلانش بکنن یا فراخوان یا هر کاری که بخوام بکنم هستش دیگه. آقای مانی مانجت من تاکید بکنم آقای همایون چون آخرین پیام ایشون هم هستش میره پس نیوزم بود. ببینید آقای حسینی رو فرمودن که در حقیقت ما برای تغییر رژیم به رسانه احتیاج نداریم، اما تا زمانی که رسانه نباشیم کار رو نمی کنیم. حرف همینه آقای. چرا آیتون ماد حسینی ساکته؟ چرا حرف چیزی نمی زن؟ برای که آقا جان رسانه ای وجود نداره، بلکه صداشون به گوش مردم نمی رسه. تنها چیزی که وجود داره آیتون ماد حسینی، این هم شاید جالب باشه واسه هموطنان ببینن، ایشون تنها شخصیت اپوزیسیون ایرانی هست که فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، یوتیوب ایشون رو بستن. یعنی هیچ وقت فقط ایشون رو میتونه با ترامپ مقایسه بکنید که اونم توییترش رو بستن، اینستاگرامش رو بستن. خب من الان ممکن همین یوتیوب ما رو ببندم، من که ریستارت با اون برنامه چالش آتشش مشکلات قانونی پیدا میکنه در رابطه با فضای مجازی، این رو نمیشود ملاک دونست. و آیا به شما ابلاغ شده اصلا به چه دلیلی بوده؟ عرضم به حضورت که تنها کسی که تنها شخصی که گفت و در موردش صحبت کرد آقای پاول دراف در حقیقت مؤسس شبکه اجتماعی تلگرام هست. تنها کسی که گفت، اونم که در کمال ادب و احترام عذرخواهی کرد، گفت من میدونم که این مجموعه بزرگ و قدرتمندیه. من چون حالا ما میگیم یه زمانی هست که ما میگیم آقا میلیونی طرفدار داریم، چون میگه اوکی اینا خودشون میگن، ولی یه زمانی هستش که آقای پاول دروپ دیتابیس ها رو میبینه دیگه، آقا میبینه چند میلیون ویو وجود داره، میبینه اینا رو. آقا ما میدونیم که میلیون ها ایرانی میشنون، ولی خب آقا حسینی الان شخصا تو فضای مجازی هم نیست؟ عرضم به حضورتون که وقتی که ایشون که بسته شد، ایشون اکانت توییترش نه یه بار، دو بار بسته شد، کانال تلگرامش که عرض کردم بسته شد، کانال اینستاگرامش بسته شد، فیسبوکش بسته شد، جدیداً بعد از 4 سال کانال یوتیوب ایشون دوباره اکتیو شد. بعد 4 سال وقت ویوهاشون چند نفره؟ آخرین برنامه که گذاشت فکر میکنم همین اگر اشتباه نکنم برنامه بود برنامه اوورلوک که یک تحلیل سیاسی از زمانی که ایشون از واشنگتن اومدن گذاشت، فکر میکنم از که 45,000 بار دیده شده اشتباه نکنم. آخرین شما با این ویو بعد میگید طرفداران میلیونی وجود داره؟ من مطمئن بودم که این سوال رو حتما شما میپرسید. ببین آقای همایون عزیز، یادم نره بعد از 4 سال عرض کردم، بعد 4 سال کانال یوتیوب ایشون باز شد، فقط بکنید. اما آقای حسینی چندین بار رکورد هایی رو، یعنی آقای حسینی که بکنم بچه های ریستارت شاید جوش بهتر بگم، چندین بار رکورد هایی رو در سطح سوشال میدیا های ثبت کردن که بی نظیره. یکی از معروفترین اونها تیتری از ویدئویشون هستش که در توییتر 3.5 میلیون بار بازدید شده. آقای همایون، در صورتی که خود ترامپ همون زمان 2 میلیون بار ویو داشت اون مجموعه. خب بله، ولی ترامپ اون وقت مثلا یه دفعه 2 میلیون داشته، دفعه بعدش 1.800 داشته، دفعه بعدش 1.400 داشته، ولی این فرق میکنه با یه کسی که یه دونه. ما هم داریم تو مثلا همین برنامه بنده دارم در چیزی که مثلا 1 میلیون نیم دیده شده یه دونه برنامه. حالا یه دونه برنامه این بوده، ولی به طور معمول برنامه من 30,000 تا 25,000 تا، و یادتون نره مثلا بنده روزی 4 ساعت و نیم برنامه زنده دارم، هر روز روزی 4 ساعت و نیم. قصد مقایسه نیست، به هر حال ریستارت ثابت کرده که وجود داره، هست، مطرحه و دیده شده، این رو نمیشه تردید داشت. این رو چون من اولین بار دارم میگم، اون هم به خاطر گل روی خود شما، چون آقای همایون من شخصا دوستتون دارم و در حقیقت بچه های مزمین ریستارت هم شما رو دوستتون دارم. ما یادمون نمیده. ببینید ما آدم هایی هستیم که اگه نمک کسی رو بخوریم، حتی نمک کسی که نخوریم حالا، ولی نمک رو نمیشونیم، ولی ما یادمون نمیده که شما یه مصاحبه بسیار خوب با لیدر محترم ریستارت داشتیم که بخش از اون مصاحبه اتفاقا در همون مستند طول از مغرب هم هستش. ببینید آقای همایون، بر ما آقای حسینی رو، من این کلام ایشون رو دارم خدمتتون ارائه میکنم، ما
مجموعه بازدید برنامه های ریستارت و شب خیر، مجموع برنامه ایشون بالای 900 میلیون بار بازدید شده. بله ایشون آدم پربیننده ایست، همیشه در تلویزیون، هر تلویزیون ما بود، سایر تلویزیون ها، تلویزیون جمهوری اسلامی هم که بود، شخصیت دیده شدنی هست. این نمیشه اصلا تردیده شد. خب ما برای 450 میلیون سند بدماریم حالا دو تا سوال حاشیه‌ای هم دارم، این دو سوالم بکنم. سوال اول اینکه چندی پیش یک درگیری در نیویورک پیش آمد و یک آقای ادعا کرد این از ناحیه این ضرب و شتمی که شده از ناحیه بچه های ریستارت بوده و بعد ادعا کرد میگیرن فلانی و فلان، از این حرفا که نبودیم چیزم نبود. حالا ممکن شما در این زمینه توضیح بدید؟ حتما جناب آقای مومن عزیز، عرضم بوجودتون که میخواین اس بیارم نمیخواین اس بیارم، من نمیدونم، نه هر جور شما بایدون فرق نمیکنه، چون شما نام نبردین بندم به احترام فرماش شما نام نمیدارم. ببینید آقای سید محمد حسینی نزدیک 89 تا برنامه سیاسی اونها شب بخیر ایران فقط در برنامه هاشون یک بار مهمون داشتن و اون مهمون همون شخصه. خیلی جالبه اگر بخواین فکر کنید. ببینید آقای سید حسینی در برنامه شب بخیران اگر اشتباه نکنم 63 قشنگ پیشبینی میکنه، میگه اگر اینها بخوان من رو در حقیقت آسیب بزنن، به اپوزیسیون ریستارت آسیب بزنن، یه کاری بخوام بکنن با ایشون پناهنده سیاسی، یادمون نره ایشون که نمیشه دیپورتش کرد، تنها کاری که میشه ایشون رو در حقیقت بهش آسیب زد و اپوزیسیون ریستارت رو یه جوری تخریبش کرد اینه که بیان یه انگی بزنن، یه تهمتی بزنن، بگن فلانی کار تروریستی میکنه، فلانی مثلا تجاوز به فلان کرد و بیسار کرد. ایشون فکر میکنن یک سال و نیم زودتر اینکه اتفاق بیفته قشنگ توضیح داده بود این ماجرا رو. عرض کردم تو با شب بخیر میگم شخصی 63 کردین یکی از دو تا بعد ماجرا همین بودش. ببینید دموکراتای امریکا دست در دست سران رژیم جمهوری اسلامی ایران، دست در دست دو تا از اپوزیسیون ها، اگر لازم باشه اسنادش رو خواهد شد، طرح این ماجرا رو حالا که در چه حدی انجام شده مثلا نمیدونم، ولی این طرح رو پیاده سازی کردن برای اینکه اینو رسانه ایش بکنن که اینو بذارن روی میز آقای دونالد جی ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، بگن ببین این آقایی که شما ازش حمایت میکنی یا تفکراتش شبیه شماست، ببین این تروریسته. کل بازی همین بود. صحیح، ولی خب به نتیجه هم رسید، اتفاقی افتاد یا نه فقط در حد حرف و حدیث بود؟ من این سوال مستقیما از خود جناب سید محمد حسینی پرسیدم، نه خیر عوارضی نداشته بهشون. خب یه جوان فعال، بسیار فعال و خوش، خیلی خوشزن در کلاب هاست به نام آقای اسدیان یا آقای محمد اسدیان که معروف به مومو، معروف شهرت داره، بسیار هم جوان پرکاریست. ایشون رو خیلی ها در فضای مجازی سخنگوی ریستارت میشناسن و اتفاق خود ایشون من دیدم که گفت که نه خیلی چنین چیزی نیست، من ارتباطی ندارم. اینم بگم که خود ایشون اصلا چنین ادعایی نداشت، ولی آیا شما در جریان موضوع هم هستید و چرا این سوء تفاهم پیش آمده؟ من نمیدونم چرا اپوزیسیون ریستارت تنها یک سخنگوی رسمی داره که در خدمتتون هست، صداشو هم دارید میشنوید. نه هیچ نماینده رسمی وجود نداره. بعیدم میدونم کسی چه ادعای کرده، چون همه میدونن. نه نه خودش ادعا نکرده. نمیدونم چرا به غلط یک ادعی در فضای مجازی به ایشون نسبت داده بودن. بنده خدا خودش هم آمد گفتش که نه آقا همچین چیزی نیست، من هیچ ارتباطی با ریستارت ندارم. این رو هم گفت. بسیار عالی. خب آقای گفتگو میکنیم با آقای مانی مجد، سخنگوی رسمی اپوزیسیون ریستارت که فکر کنم اولین باره که یه همچین اتفاقی داره میفته، درست آقای مجد؟ بله این اولین مصاحبه رسمی در حقیقت نهاد حقوق سخنگوی رسمی اپوزیسیون ریستارت به یک رسانه هستش و از بین مجموعه که وجود داشته به حال بنا به دلایلی شبکه چنل وان جناب شهرام همایون در حقیقت. خب آقای مجد خیلی ممنونم از این سوالاتتون. من یه چیزی هم حالا به شما میخوام بگم. خب من با آقای حسینی رفیقم، دوستم، با هم کار کردیم، خیلی هم من شخصیت ایشون رو دوست میدارم. حتی به من ایشون گفتن که وقتی از ایران آمدن بیرون
هدفشون اولین جا تلویزیون کانال یک بود، این اظهار محبت هم کرد به من گفت. اما خب من توی این فاصله که ناگهانیشون رفت و مدتی نبود و اینها و بعد که ریستارت درست شد، من هم تلفن های تهدیدآمیز میگرفتم از کسانی تحت عنوان حامیان ریستارت که آقا چرا تو حرف نمیزنی، چرا حمایت نمی کنی، چرا نمیگی، چرا مصاحبه نمی کنی با آقای حسینی، چرا آقای حسینی رو نمیاری، میخوای حتی آتیش بزنن از این حرف. آیا واقعا یه ارتباطی با مجموعه شما داشتن یا ممکنه هواداران پرشور بودن یا اینی که نه اصلا دشمنان نادان؟ عرضم به حضورتون که جواب این سوال یکم سخته، برای که من نمیدونم که چه افرادی بودن، با چه ایدئایی، با چه دیالوگی، با چه نمیدونم، میدونم چه میخوام بگم، ولی آنچنان که عرضم به حضورتون وجود داره، جامعه صدقات حسینی در برنامه هاشون فرمودن. ببینید شهرام همایون عزیز، کسانی که از عطار، مولانا، حافظ، سعدی، نیچه، ویکتور هوگو، شکسپیر صحبت میکنن، اندل قاعده نمیتونن. آقای همایون اصلا کلامی به غیر از در حقیقت ادب در حوزه احترام نمیتونه بر زبان جاری بکنه. یه زمانی هستش که ببینید مثلا چالشی بود زمانی برای در حقیقت رسوند، عرض کردم چندین تا چالش بود. یکی از این چالش ها چالشی بودش که آقا به رسانه ها در حقیقت مثلا کامنت گذاشتم. ببینید این حرف خیلی نکته جالبیه. میگم مثلا ببینید سند داریم آقای همایون، خود ایران نمیگه 500,000 کامنت، 500,000 کامنت زیر بی بی سی فارسی رفت که آقا شما چرا در بیرسان حرف نمیزنی؟ آقا حالا اصلا نمیخوام بگم خوبش رو بگو، آقا چرا حرف نمیزنی اصلا؟ مگه میشه شما یه نفر توی روستایی مثلا فلانجا دلش درد میگیره خبرنگار اعزامی میفرستی در مورد صحبت میکنه، فلانجا چهار نفر دور هم جمع میشین تجمع ایرانیان معترض در دهات فلان رو پوشش میدی، بعد چطور میلیون ها ایرانی نمیبینی؟ مگر اینکه قصد و قرضی پشت سرش باشه که هست. میدونیش میخوام بگم اینا حالا من نمیدونم آیا این صحبت نه ما اصلا نمیشه واقعا، چون از صدا و تلفن نه من قضاوت میکنم هیچ وقت، نه برای مهمه، ولی خواستم بگم که اونها که اگر میشنون بدانند که خب ما نه وحشتی از این تهدیدها داریم، خلاص تهدیدها که زیاد میشه، ولی ضمن اینا گاهن میتونه دوستان شما هم نباشن، میتونه آدمایی باشن که بخوان شما رو در اذهان ارزم بزرگتون که پوینت منفی براتون بگیرن. خب الان برنامه مشخصی ریستار اپوزیسیون ریستار برای آینده داره؟ قطعا داره. خود آقای حسینی نمیخواد جلو دوربین بره، یعنی دوربین مصاحبه و گفتگو اینا؟ ایشون اولا که در این رابطه صحبت کردم تو برنامه هاشون هم هست، حالا من به عنوان سخنگوی رسمیشون هم این رو تاکید میکنم. آقای سید محمد حسینی چندین بار تلاش کرد بین اپوزیسیون های سیاسی ایرانی در خارج از ایران و داخل ایران اتحاد برقرار کنه، چندین بار، نه یه بار، چندین باری کار کرد. ارجاع میکنم به برنامه اوورلوک که ایشون کانال رو یوتیوب هست، لطفا ببینید اصلا با دیتیل توضیح میدم. و در حقیقت در برنامه‌اش شب بخیر هم گفتش که آقا من تمنا میکنم اپوزیسیون های سیاسی مخرج مشترک بگیرن بینشون، آقای فلانی، سرکار خانم فلانی، دعا داریم، ما میتونیم، ما هستیم، ما قدرت داریم. اول از همه بیا بگو نظر در مورد آینده سرزمین چیه، قوانینی که نظرت بگو، حالا یا با نحساسی تو ارائه کن یا به توضیح بده در موردش چی میخواد. و دوم میگه آقا مشخص کن چقدر نیرو داری، چقدر نفرات داری. وقتی شما اینا رو مشخص کردی، اون وقتی که ما میتونیم مخرج مشترک بگیریم بین اپوزیسیون های سیاسی متفاوت، بگیم آقا مثلا ما بر سر پرچم شیر و خورشید ایران چیز داریم، باورمند، ما به تمامیت ارضی ایران باورمندیم، خط قرمز ما مثلا تجزیه ایران، یه سری چیز هستش که اپوزیسیون میتونه ائتلاف کنه. آقا مخرج مشترک و برای مخرج مشترک گرفتن آقای همایون عزیز، لیدرهای این مجموعه ها باید بشینن با هم مناظره بکنن. ببین من شما در امریکا داریم زندگی میکنیم، الان حزب دموکرات یا مثلا ریپابلیکن ها وقتی که میخوان یه نماینده بفرستن برای مثلا انتخابات ریاست جمهوری، آقا 7 تا 8 تا 10 تا 8 هم دیگه اصلا نمیشن تو تلویزیون مناظره میکنن با هم دیگه و مردم و احزاب در حقیقت مردم که تو اون حزب رأی میدن که آقا فلانی رو قبول دارن یا فلانی رو قبول دارن.
این حرف آقای فیدمات حسینی بارها توی برنامه شب خیران گفت، جناب آقای شاهزاده، آقای رضا پهلوی، سرکار خانم مریم نجلی، نمیدونم فلا هر کی آقا بیاین در یک برنامه زنده تلویزیون مناظره کنید مردم ایران ببینن. خب اتفاقی که افتاده که آقای شاهزاده، آقای رضای پهلوی قبول نکردن، ولی به جاش رفتن با شاهین نجفی و نمیدونم فلان و فلان و فلان تو شبکه فلان هم حرف زدن. خانم مریم رجوی که قطعا قبول نمی کردن، بهشون گفتن نه ما مناظره نمی کنیم، میریم تو آلبانی جلوش 2000 تا هوادار خودمون حرف می زنیم. خب همه این ماجراها باشه، آقای حسینی حرف گفتم حرفاشو زده و اگر قرار باشه دفعه دیگه در حضور رسانه ها صحبت بکنه، باید اول که در رسانه های کسی باشه که اونها سانسورش کردن برای چند تا، یک و دوم در مقابلش همشأن خودش با دشمن صحبت بکنه. آقا اگر شما لیدر سیاسی هستی باید لیدر سیاسی صحبت میکنی، باید عرف دیپلماتیک هم رو دارم میکنی. اگر وزیر امور خارجه میره یه جایی، وزیر امور خارجه میره استقبالش، معاون آب و فاضل آب شهرداری فلان که نمیره که، ایشون در این صورت صحبت میکنم قطعا هم این کار رو میکنم. بسیار سپاسگزارم. سلام مارم به آقای حسینی برسونید، امید موفقیت برای شما و همه دوستانتون و آرزوی پیروزی. خیلی سپاسگزارم آقای مانی مل. آقا خانم آقای جیدی سخنگوی ریاستادشون هستن، هیچ کسی هم سخنگو نیست، این موقع بنده خدا رو دست از سرش برده. خیلی ممنونم از شما. من در انتهای یه نکته کوچک عرض بکنم عزیزم. ببینید حالا راههای ارتباطی با مجموعه سخنگوی اپوزیسیون ریاست، شخص بنده یه شخص حقیقی هم جاده حقوقی هم دارم دید. در حقیقت ایمیلی هستش که عنوان هم شده speaker@assistedopposition.org، این روش ارتباطی هستش که وجود داره، میتونن ارتباط بگیرن. در مورد ریستارت هم من خواهش میکنم هموطن من عزیز دل، کتاب نخونده رو نقد نکن، فیلم ندیده رو نقد نکن، ببین بشنو و بعد به صحبت بکن. خب به نظر من این ماجرای چالش آتش خب خیلی برای خیلی آدم ها سوء تفاهم به وجود آورده و باید این سوء تفاهم رو امیدوارم در آینده بشه حلش کرد. یک ایده ای که فقط یک دو تا کلمه رو از یه جمله میخونن، از یک کتاب فقط سه خطش رو میخونن، در نتیجه به این قضاوت ها هم اینجوری میرسن. به هر حال خیلی سپاسگزارم، کاش که ایمیل رو اول گفته بودید گذاشته بودیم رو صفحه، ولی حالا نوبت بعدی شما این کارا خواهیم کرد. ممنونم آقای مانی مجد عزیز. ممنونم، سپاس از شما، شب و روز خوش. خیلی سپاسگزارم. خب شنیدید خانم آقایون، خیلی از همتون ممنون هستم. ما سیاستمون بر این است که همه صداها رو بشنویم، همه تلاش‌ها رو ببینیم، با همه حرف بزنیم. هر کسی دوست نداره قطعا انتخاب نکنه، این حق اوست. اما ما می‌خوام امروز برای اولین بار یک آمارگیری بکنیم، موافقین لایک، مخالفین دیسلایک. الان چند نفرن؟ الان 45 نفر لایک کردن تا اینجا که من میبینم و هیچ کس هم دیسلایک نکرده. الان شد بله، من 46 نفر برای کمش کردم. خب دوستانی که موافق این برنامه بودن، همراه این برنامه بودن، خواهش میکنم لایک بکنن، و کسانی که برنامه رو دوست نداشتن دیسلایک بکنن. خیلی هم خوبه و همه ما هم ازش با خبر میشیم. الان بذار ببینیم چند نفر شدن. 277 نفر لایک کردن، 18 نفر دیسلایک. خب این چیز شماست که این انتخاب شما هاست و ما بهش اهمیت میدهیم. و بعد 277 نفر ببینم تغییر کرد، دو دقیقه وقت داریم ببینیم شاید تغییر کرده باشد. بعد تغییر کرد، 339 نفر تایید کردن، 34 نفر مخالف بودن. خب دوستان چرا به این نظریه احترام نمیگذارید؟ میریم و برمیگردیم، بخش دوم برنامه بسیار مهمی است. تا چند لحظه دیگه.